و این تلویزیون هیچ گونه مسئولیتی را در این زمینه نمی‌پذیرد. بینندگان بسیار عزیز شوی تلویزیونی لایو ویت سوزی، سلام های گرم من رو در هر کجای جهان که هستید و برنامه رو میبینید لطف کنید و بپذیرید. در هفته اول سال نو هستیم. تبریکات نوروزی هنوز به جاست که خدمتون بگم برای اون دسته‌ای که هفته پیش با ما نبودید. امیدوارم که نوروزتون پیروز باشه و هر روزتون نوروز سال 1393 رو به خوبی، خوشی، توام با سلامتی آغاز کرده باشید. برنامه یک ساعته لایو ویت سوزی از تلویزیون عصر امروز که از طریق اینترنت asramruz.com هست رو میتونید چه از طریق ساتلایت و چه از طریق آنلاین چنانچه وقت دارید و مایل هستید دنبال بکنید. مطابق روزهای جمعه بین ساعت 5 تا 6 در خدمت شما عزیزان هستم، با این یادآوری که این برنامه تکرار و پخش مجدد شنبه ها صبح به وقت محلی لس آنجلس 11 صبح هست که میتونید اون رو دوباره ببینید. و ما دو مهمان در برنامه امروز دعوت کردیم که در خدمتشون در دو بخش متفاوت خواهیم بود. بخش آغازین در خدمت آقای انوش هستیم که با نام ایشون مطمئناً شما علاقه‌مندان به اتومبیل‌های مرسدس بنز، به خصوص اگر در منطقه ولی و انسینو زندگی می‌کنید، مطمئناً آشنایی دارید و چهره‌شون هم که حتماً باشون آشنا هستید، مطمئناً در رسانه‌های دیگر دیدیدشون. ما هم خوشحال هستیم که امروز دعوت برنامه رو پذیرفتن و با ما نوروز رو آغاز میکنن. سلام گرم دارم به شما آقای انوش. مرسی، سلام به شما و تمام بینندگان عزیز. و من هم همینطوری که فرمودین باید و خوشحالم که این عید سعید باستانی رو به تمام هموطنان عزیز تبریک بگم. برای همگی آرزوی سلامتی، خوبی، خوشی دارم و داریم از طرف مرسدس بنز انسینو. خیلی ممنون هستم آقای انوش، خوشحالیم که شما رو میبینیم، به خصوص با این رنگ‌های زیبای نوروزی شما. Orange is one of my favorite colors and you're wearing it today. بله دیگه بهار آمد. به به. و مخصوصا که عید نوروز، توی صحبت‌های قبلی من گفته بودم که واقعا این ماه فروردین و وقتی که نوروز شروع میشه واقعا من خیلی خوشحالم، بهترین موقع سال هست برای من و امیدوارم که برای همه باشه. امیدواریم همینطور باشه. و ما دوستان حتما سوال میکنید که با آقای انوش امروز راجع به چه مطالبی میخوایم صحبت کنیم. You'd be very surprised. اولا که آقای انوش چندی پیش به ساکرامنتو رفته بودن، پایتخت کالیفرنیا، و برای ما خبرهای خوشی رو همراه دارن و اون هم در مورد جشن نوروز هست. بله، امسال نوروز رو دیگه ما با افتخار بیشتر در کالیفرنیا میتونیم بهش بپردازیم و دیگه جست کامل 100% بگیریم از اینکه ایرانی هستیم و به خصوص چه کار جالبی است برای نسل بعدی و بچه‌های ما، کارهایی که انجام میشه توسط شهروندان ایرانی آمریکایی که اینجا زندگی میکنن، زحمات بسیاری میکشن که بتونن این مراسم و جشن‌های باستانی ما رو به نوعی به کشور میزبان، به آمریکایی‌ها و غیر ایرانی‌ها معرفی بکنن به مدلی که واقعاً لایقش هستیم و لیاقت این همه احترام رو داریم. فقط شرط این هست که یه مقداری وقت بدیم که این عزیزان ناآشنا با فرهنگ و رسم و رسوم خوب ما آشنا بشن. آقای انوش لطف کنید برای ما از این برنامه مفصل ساکرامنتو و حضور خودتون توضیح بدید. بله، این واقعا سورپرایز خوبی بود برای همه خودمون، تو همونجوری که شروع کردیم و فکر کنم برای تمام ایرانیان عزیز که دو سه روز قبل، که البته تو به اگزکت بود 24 مارچ، بله، من به هم راه دوستان عزیز که اسمشون هم اینجا خواهم گفت به پایتخت کالیفرنیا رفتیم، همینجوری که خانم سوزی فرمودن، و این لایحه که نوروز ما به عنوان نوروز ایرانیان
و کسایی که نوروز رو جشن میگیرن، حالا چه ایرانی باشن، افغانی باشن، پاکستانی باشن، هر کسی هر جای دنیا هست که نوروز که اولین روز بهار هست که جشن میگیرن، این به ثبت رسید. ما همه ایرانی ها فعالیت های مختلفی داریم، چه مذهبی، چه سیاسی، بله، چه از لحاظ بیزنسی، ولی این یک موضوع بود که واقعا همه تو قلبشون بود و من به عنوان یک ایرانی خیلی خوشحال هستم که تونستم یکی از شاهدان این برنامه باشم. خوش به حالتون. بله، برای که خیلی مهم بوده. بله بله، و این خبر خوب رو بتونم از طرف رسانه ها، مخصوصا الان خدمت شما هستم، از امروز به ایرانیان از این هموطنان و همزبون های خودمون این great news و نیوز خیلی خوب و چه بهتر از این خبر دوستان. بله، که این نوع مطالب مهم، این خبرهای خوب و خوش رو ما بتونیم بشنویم، اگر بتونیم در بعضی اوقات شاهدش باشیم از نزدیک که دیگه چه بهتر، اگر هم که بتونیم از طریق دوستانمون که لطف میکنن، زحمت میکشن، به هر حال از اینجا تا ساکرامنتو هم راهی. شما پرواز کردید؟ بله، یا با اتومبیل؟ نه رفتید؟ تو من نه دیگه شما حتما با اتومبیل بنز اتومبیل مرسدس بنز خودی بود. نه خب خیلی پرواز ترجیح میدن، ولی این موقعیتی بود که من خانمم گفتش که من شما رو میبرم. چقدر ناراحت. بله، خانمم بر شما نباشه خیلی توی برنامه ایرانی ها هست. برابو بهشون. با اینکه ایرانی هم نیستن در ضمن دوستان. بله، این هم نکته مهم دیگه. بله، نیست. و ایشون خیلی از من مشتاق تر بودن. که خلاصه رفتیم، درایف کردیم به ساکرامنتو، از منظره ها دیدن کردیم که رسیدیم و اونجا رسیدیم. کاش که ما میتونستیم بیشتر فیلم بگیریم که اینو با شما شیر بکنیم. میدونم یه فیلم های شما دارین که برای بله، نشون خواهید داد. حتما. ولی اون ابهتی اونجا که اونجا بود و آمریکاییایی که اونجا بودن و کمک کردن، سناتورها یا اسمبلیمن های کسی که اونجا بودن کمک کردن که این لوحه پس بشه، وقتی که آدم اونا رو میبینه میگه که اینا آتیششون از ما داغتره. یه وقتایی همینطوره واقعا و خیلی افتخارآمیز و هیجان‌آمیز بود. حالا این لایحه‌ای که پس شد و مورد تایید قرار گرفت این بوده که نوروز رو به رسمیت میشناسن حالا در کالیفرنیا که روز 20 مارچ باشه. بله 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 بله، 20 مارچ. حالا اگه استانهای دیگه مایل باشن باید همین پروسس رو انجام بدن که توی اون استانها هم به رسمیت برسه. و همجوری که خدمتتون عرض کردم فقط برای ایرانی ها نیست، خب ما اینجا جمعیت ماشاءالله زیاده، قدرتمون هم بیشتره، همینطوره، ولی برای تمام گروه هایی که نوروز رو جشن میگیرن. بسیار عالی. و حالا راجع به دوستانی که اونجا حضور داشتن و این که اصلا این کار به همت چه عزیزانی انجام گرفت رو هم اگر شما نام ببرید، بعدم من اینجا مختصر از این اخباری که شما به دست من رسوندین چند کلمه رو من اینجا براتون میخونم. حتما. آقای نظریان که ایشون در ایران به دنیا آمدن، از گروه ارامنه هستن، به هر حال فرق نمیکنه چون نوروز ما با دین و مذهب نداره، ولی ایشون جالبه که فارسی یکم هر خیلی کم، ولی با وجود اینکه 3 سالشون بود از ایران اومده بود بیرون، همون خون ایرانی هنوز تو تنش هست. برابو بهشون. بله، از اسمبلی من هستن و ایشون بودن اینو پایگذاری کردن که شروع کردن که ما فالو کنیم و اونجا باشیم. و دوستان عزیزی هم که اونجا شرکت داشتن اگه اجازه بدین اسامیشون رو حالا که دارید همراهتون. بله، حتما. آقای دکتر رضا مهدوی، آقای دکتر امیر حمیدی، خانم لیلا فرهنگ، آقای الکس هلمی، آقای کارمل ملامد که شما بله اتفاقا مهمان بعدی بخش دوم برنامه امروز ما هستن، آقای ملامد. بله، آقای محمد گلشانی، آقای کامیار لشکری، خانم نوشین نصریان، آقای دکتر نیکی حکیمی، خب، و آقای انوش مرسدس بنز انسینو، There you go. همسرم خانم الیزابت. این افتخار رو داشتیم که در پایتخت کالیفرنیا این لوحه رو
شاهدش باشیم که به ثبت برسه. چقدر عالی. حالا این به ثبت رسیدن این لایحه، آیا منظور این میشه که آقای انوش، یعنی ما دیگه از سال دیگه 20 مارچ رسما نوروز رو قبول کردن، یعنی که ما مثلا بچه‌هامون میتونن مدرسه نرن، یا اینی که ما میتونیم تعطیلی بگیریم، یا من دارم سوالای سخت از شما میپرسم؟ خب، نه، سوالای سخت نیست، خیلی جالبه، ولی این صحبت بود که دلیل نمیشه مدرسه ها تعطیل باشن. اوکی. خب، ولی چون ریکوگنایز شده، چون بچه‌ها اگه مدرسه نخوان برن باید از یک اکسکیوز، یه نامه از پدر مادر ببرن، عذرشون موجهه. بله، مرسی. بله، بنابراین با این برنامه حداقل عذرشون موجهه، و از همه مهمتر به این هستش که در تاریخ به ثبت رسیده توی کشور آمریکا. میدونم تو کانادا هم یه همچین روزی رو به ثبت رسوندن به دلایل مختلفی. بله. یا کشورهای دیگه، ولی ما موفق شدیم تو آمریکا در استان کالیفرنیا اینو به ثبت شاهدش باشیم که ثبت برسه. خیلی عالی. حالا اگه تعطیلی هم به ما بدن، ما هم حرفی نداریم. چرا که نه، هر چی تعطیلی بیشتر باشه بهتر. اینجا که مثل ایران نیست آقای انوش، برفی بیاد لاغر ما به هوای برف نریم مدرسه و سر کار نریم. حالا اگه اینجور تعطیلی ها باشه، چرا که نه. در ایران 13 روز تعطیل بودیم برای سال. بله، خاطرم هست. حالا من با فامیلام در ایران صحبت کردم، پدر مادر برادرام، و گفتن خب حالا شما تعطیلین کجا میرین چیکار میکنین؟ گفتم مثل اونجا نیست که بریم. بله. جای دیگه باید کار کنیم. بله، اینجا همیشه باید کار کرد. بله، بله. به هر حال این مطالبی رو که آقای انوش لطف کرده بودن برای من از قبل فرستادن، پیرو صحبت‌هاشون که گفته شده اینجا نوروز که 20 مارچ هست، برای اولین بار در مجلس قانونگذاری کالیفرنیا که همون کالیفرنیا استیت اسمبلی هست، به عنوان اولین روز سال نو ایرانی شناخته شده و با رأی قاطع اکثریت به تصویب رسید. این برنامه همینطور که آقای انوش گفتن روز دوشنبه 24 مارچ بوده که همه عزیزانی که نام بردن در اونجا حضور داشتن، و نماینده لس آنجلس هم در مجلس قانونگذاری کالیفرنیا آقای آدرین نظریان هستن که الان هم اشاره به ایشون شد. و در هر صورت ایشون گفتن که به رسمیت شناختن نوروز در کالیفرنیا که اکثریت ایرانیان مقیم آمریکا رو در بر داره، میبایست مدت ها پیش انجام میشد، ولی ماهی رو هر وقت از آب بگیرن تازه است. بله. ما به هر حال هیچ مشکلی نداریم، خیلی هم خوشحال هستیم که این مراسم انجام گرفته و ما هم میتونیم از طریق این رسانه به شما مشتاق‌ها و علاقه‌مندان این نوع خبرها این خبر خوب و مژده رو بدیم. و اما صحبت رو اینجا کوتاه بکنم، چون مطالب بیشتری هست که در خدمت آقای انوش می‌خوایم صحبت کنیم، قبل از اینکه آقای ملامد ساعت 5:30 مهمان بعدی ما در بخش دوم به ما بپیوندن که ایشون هم چون به عنوان البته وکیل هستن، ولی شون به عنوان گزارشگر حضور داشتن، یک گفتگویی هم با آقای نظریان داشتن آقای ملامد که اون رو براتون در بخش دوم پخش میکنیم که بیشتر هم با آقای نظریان در این رابطه بتونید آشنا بشید. و ما برگردیم به صحبتهایی که با آقای انوش داریم. من شخصا خودم چون از بچگی و کودکی شاید بگم عاشق اتومبیل بودم و واقعا ماشین ها رو دوست دارم، نه اینکه فکر کنید به خاطر جو لس آنجلس، چون اینجا یه جو خاص خودش رو داره که باز هم حالا نه اینکه بدم باشه، خیلی هم جالبه و متفاوته. نه. ولی من به اینجا کاری ندارم و نمیخوام لس آنجلس رو در حقیقت بلیم کنم به خاطر این که من ماشین دوست دارم و اتومبیل دوست دارم، ولی واقعا چون خیلی علاقه‌مند هستم، اینی که حتی به یاد میارم در گذشته چند گفتگویی که در خدمت آقای انوش در رادیو هم در گذشته داشتم، با علاقه خاصی سوالاتمو مطرح می‌کردم که ایشون هم تعجب کرده بودن. بله. گفتن شما چه سوالایی از من می‌پرسین؟ گفتم خب من برای که دوست دارم، من شاهد هستم. در حال حالا به همین مناسبت، اولا یه فیلم بسیار زیبا هست چند دقیقه‌ای که حالا بعد از اینکه گفتگوم با آقای انوش به پایان رسید، اون رو حتما خواهش کردم اتاق فرمان براتون نشون بدن، در رابطه با اتومبیل مرسدس بنز هست که خیلی جالب و دیدنیه، مطمئناً خوشتون خواهد اومد. ولی قبل از اون دوست دارم این مقداری در مورد آقای انوش، کارشون در رابطه با فروش ماشین‌های مرسدس بنز در انسینو برامون بگن که در این ایام نوروز آقای انوش که ما ایرانی ها دوست داریم هدیه بدیم، معمولا هم مرسوم هست که پول نو روز که تحویل سال میشه به هم هدیه میدیم، ولی اتومبیل هم بسیار هدیه ارزنده و خوبیه و ما هم قدر میدونیم. بله. دوستان چطور عرض کنم؟ پس من اینجور شروع میکنم، چون الان موضوع سر مرسدس بنز هست و سال نو هست،
تبلیغات همون که حتما شنیدید، سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. براو. بله. به هر حال ما هدیه داریم برای دوستان عزیز و این سینزده بدر در لیک بابا ما یه برنامه داریم که انشالله شما بتونید تشریف بیارید. غرفه داریم و در این غرفه یک تعداد میتونم بگم 300 یا 400 تا، اونجوری نیست که فقط 20 یا 30 تا باشه. هدیه خیلی کوچیک برای یادآوری گذاشتیم کنار برای دوستان عزیز که تشریف میارن به پارک بلبوا برای 13 بدر. اگه بیان به غرفه ما هدیهشون رو میتونن تحویل بگیرن. و also به اصطلاح ما 5 تا جایزه بزرگ نفیس‌تر دارن. بله، در نظر گرفتیم که به عنوان رفل این اسمشون رو میذارن و ما اون شماره رو برمی‌داریم و شماره تلفنشون هم اونجا هست. اگر تو جمعیت نبودن، چون بله بعضی ممکنه دارن میرقصن، غذا میخورن اینا، ما بهشون زنگ میزنیم که بیان جایزه‌شون رو بگیرن، که اونجوری نیست که اگه اونجا نباشن عیدیشون رو نگرفتن. خب چقدر عالی. پس بله، دوستان عزیز همچنان دنبال عیدیای خودتون باشید. حتما اگر عیدی دریافت نکردید، فعلا مثل من تحویل سال گذشت و عیدی نگرفتید، هنوز ناامید نشید. همیشه میگن در ناامیدی بسی امید است. حالا روز یک شنبه سیاه سفید است. بله. بنابراین یک شنبه که البته واقعا 13 به در یک شنبه نیست ها، ولی ما ایرانیان لس آنجلس، شما رو نمیدونم، ولی ما ایرانیان لس آنجلس قوانین خودمون رو داریم. ما یکم عجله داریم. بله، عجله داریم. ضمن اینی که خب همینطور که آقای انوش هم اشاره کردن در صحبتامون با یکدیگر میگفتیم، واقعا اینجا به خاطر اینکه ما همه مشغول کار هستیم و خب به مدل ایران و تعطیلات ایران که خب نهایتا نیست برنامه همون، این هست که ما 13 به در رو به هر حال ویکند و آخر هفته دوم بعد از تحویل سال بر حسب عادت و رسم و رسوم دیرینه‌ای که در لس آنجلس داریم جشن میگیریم. حالا امسال شده مثل که 10 به در اگه اشتباه نکنم یک شنبه، ولی ما به رو خودمون نمیاریم، همون 13 به در قبول داریم. و خیلی جاها، خیلی پارک‌های متفاوتی در لس آنجلس اطراف، اورنج کاونتی، سان دیگو، برنامه‌های متعددی هست. هر کس هم بسته به علاقه‌ای که داره، جایی که زندگی می‌کنه، به پارک‌ها رجوع می‌کنن و زمان خوب و خوش رو هم در پیش دارن. حالا آقای انوش گفتن که در بلبوا پارک که در منطقه ولی هم هست باهاش آشنا هستید، انسینو مرسدس بنز اونجا یک غرفه دارن. چقدر خوبه که هدایای نوروزی خودش رو تقدیم شما علاقمندان میکنن. خب و ما عیدی هم میگیریم، چون بزرگا بعد عیدی بدن، هر کسی از 35 تا به بالا باشه باید ایدیم بیارم. اتفاقا اینم یه رسم جالبیه که ما ایرانی ها داریم، برای اینکه همینطور که میدونید خیلی از شما که خارج از ایران زندگی میکنید، در حال رسم های آمریکایی ها بین مثلا تعطیلات کریسمس یا هنوکا برای دوستان کلیمی، من دیدم که اکسچنج گیفت هست. بله. حالا دیگه فرق نمیکنه، بچه شما هم به شما گیفت میده، شما هم به بچه‌تون گیفت میدین و غیره. ولی در نوروز باستانی ما اینطور رسم بود که در سر سفره هفت سین بزرگترهای فامیل به کوچیکترها هدیه میدادن. دیگه بله، کوچیکتر به بزرگتر هدیه نمیداد. منم چقدر خوشحال بودم از اینکه بچه آخر خانواده بودم، هیچ وقت به کسی نباید هدیه میدادم آقای انوش. بله. ولی خب در حال شما حالا هدیه گرفتید برای امسال یا قراره بگیرید آقای انوش؟ خیلی کم گرفتم، امیدوارم که در با پارک دوستان خیلی موضوع راشه بخواهی، موضوع سر گیف نیست، همون که با دوستان دیداره. و فامیل آدم میشینه صحبت میکنه بهترین هدیه است واقعا. همیدونم so, بله. من فکر میکنم بهترین هدیه به خصوص دیگه وقتی که یه مقداری آدم سنش جا افتاده میشه، هدیه سلامتیه. بله. که این هدیه رو اگه داشته باشیم بهترین نعمت رو واقعا داریم. حالا آدم تا وقتی خیلی جوونه راجع به این مسائل زیاد نه صحبت میکنه نه فکر میکنه، فکرش جای دیگه هست که خیلی هم خوبه، ولی به هر حال دیگه از یه سنی یواش یواش آدم بیشتر یک چیزای مهم زندگی رو بهش نگاه میکنه که یکی از اون مهمترین چیزها و اصلی ترین چیزها هدیه و نعمت سلامتی هست. درست. که امیدوارم همه شما سلامت باشید،
خوب باشید، خوشحال باشید و نوروز 1393 رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید. ما همین رو به فال نیک میگیریم که در کنار خودمون آقای انوش رو داریم. اولا با این خبرهای خوش نوروزی و به رسمیت شناختن سال نو و نوروز باستانی در ایالت کالیفرنیا که خیلی هم واقعا ما هر دو به خودمون میبالیم به عنوان دو ایرانی آمریکایی که اینجا هستیم. واقعا همینجوره. و ببخشید میونه کلامتون. نه خواهش میکنم. خب همه همونجوری خدمتتون عرض کردم اینجا سرشون شلوغ، کار مختلفی انجام میدن، ممکنه 3-4 به قول جاگلینگ این ولی خب به فرهنگ و این هرتیج آدم وقتی که نزدیک میشه و میتونه کمک بکنه از هر شغلی بهتره. بنابراین بله، من تو کار اتومبیل هستم، مرسدس بنز انسینو، ولی هنوز ایرانی هستم و کاری که من میکنم، چون دوستان زنگ میزنن میپرسن، من فقط کار فروش نیست کارم، من کارم اینه که به جامعه ایرانی و هموطنان همزبان ها کمک بکنم و وقتی که زنگ میزنن یا تو آفیسم میان، فقط موضوع نیست که بهشون ماشین بفروشم، بعضی از ایران اومدن یه سوالاتی دارن که شاید راحت نباشه از کسی دیگه بپرسن. من تا اونجا که بتونم بهشون راهنمایی میکنم و میخوام موفق باشن. حالا اگه موقعیتی پیش اومد که بتونیم اونجا بهشون اتومبیل بفروشیم، خب از دست فبه ها، ولی چه بهتر. و این فارسی شد چه بهتر. ولی اقلا خوشحالم که میتونم این کمک رو به دوستان و هموطنان بکنم. به هر حال دریغ نکنید، اگر سوالی امری فرمایشی داشتید، شماره منم هست 1-800-GO-MERCEDES، 1-800-GO-MERCEDES. ایمیل هم شماره هست، شماره مستقیم میتونه آقای انوش میاد اپریتور و بعد وصل میشه به سلفونم. و ایمیل هم هست انوش A-N-O-U-S-H @mbencino.com. اگه هم دوست دارید فیسبوک تماس بگیرید، هست انوش فاصله MBZ مرسدس بنز، انوش فاصله MBZ. در خدمتون هستم. پیغامی امری فرمایشی داشتید؟ به به، انشالله امیدوارم که دوستان ماشین و اتومبیل مورد علاقه خودشون رو، به خصوص اگر علاقه مند به ماشین های مرسدس بنز هستن که سالیان سال هست، حالا یه فیلمی هم داریم براتون پخش میکنیم بعد از خدافزی که با آقای انوش داریم، حسن ختام این بخش از برنامه، نگاه خواهید کرد و واقعا زیباست این اتومبیل. سالیان سال هست که به هر حال کار خودش رو دیگه معرفی نمیخواد، اتومبیل مرسدس بنز خودش معرف خودش هست و نامش، ولی در حال ما خوشحال هستیم جامعه ایرانی که آقای انوش رو در کنار خودمون در انسینو مرسدس بنز داریم که میتونن کنار شما باشن و اگر کمکی از دستشون بر بیاد در مورد انتخاب ماشین و اتومبیل مرسدس بنز به شما راهنمایی لازم رو انجام بدن براتون. بله بله. درسته؟ بله شما. این مرسدس بنزای آخرین مدلی که آقای انوش قیمتش هم خیلی حسابیه، این درهاش از بالا باز میشه. بله. این اسمش هست SLS که گولدین داره. بله. چه جالب شما سوال کردید، همین الان که داشتم میامدم یه دونه از اونها رو ما فروختیم که بیرونش بیرونش یه حالت نقره‌ای متالیک الان دارن نشون میدن. و بله بله و توش قرمز. واو. بله. پس اینا رو سپورت پکیج بهش میگن، اینا که توش قرمزه. نه بعد چرخاش هم مشکی بود. به هر حال خیلی خیلی جالب بود و اینو ما تازه فروختیم. حالا این یکی از اتومبیل ها هست، اتومبیل های جدیدی که مرسدس بنز الان به بازار آورده که CLA حتما شنیدید. این اتومبیل CLA قیمتش از 29 حالا میگیم $30,000 شروع میشه که الان خیلی طرفدار پیدا کرده و در چند ماه دیگه اتومبیل جدیدی مرسدس بنز به بازار میاره به عنوان بی کلاس که این بی کلاس الکتریک کار هست. اتفاقا من می‌خواستم جزء سوالام بود، چون الان می‌دونیم که ماشین‌های الکتریک چقدر محبوبیت پیدا کردن به خاطر بنزین و اینی که بنزین داره گرون میشه و نهایتاً هم همیشه نمی‌تونیم رو بنزین حساب بکنیم. ماشین‌های الکتریک محبوبیت خاصی رو پیدا کردن که یکی از سوالات من اتفاقا همین بود. منتظرم داشتم به وقت نگاه می‌کردم، می‌خواستم
میخواستم اینا فرصت هست ازتون بپرسم. فکرتون رو خوندم. You read my mind. از کی در میاد این اتومبیل؟ این تا دو سه ماه دیگه. وقت از اینایی هستش که هم الکتریکه هم نه. فقط الکتریک هستش. بله، اتفاقا از لحاظ سایز و اندازه خیلی هم سایزش خوبه، صندلی‌هاش میخوابه. حالا این اطلاعات بیشتری به بازار خواهد اومد، ولی خب یکی از خبرها اینه که بی کلاس میاد، بعد از اون جی ال ای داره میاد، بعد از اون اولای پاییز ماشین سی کلاس جدید که مثل اس کلاس که الان به بازار اومده ولی یکم کوچیک‌تر خواهد اومد، بعد آخر سال اس کلاس کوپ داره میاد. خلاصه ما از هر خواننده ترانه ای داریم. خب واقعا من فکر می‌کنم اتومبیل‌های مثل مرسدس بنز و کارخانه‌های به این چنین سعی می‌کنن که همه نوع سلیقه و همه نوع بودجه رو در نظر بگیرن، از ماشین‌های گران قیمت دارن تا ماشین‌ها و اتومبیل‌هایی که واقعا سعی کردن با قیمت‌ها و بودجه‌های اکونومی باهاش رفتار کنن که دوستان بیشتری رو در بر بگیره. درست. و به هر حال علاقه‌مندان بیشتری بتونن از این اتومبیل‌ها استفاده بکنن. ممنون وقتتون از شما آقای انوش، سال نو رو تبریک میگم خدمت شما. مرسی، خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین در برنامه‌تون که من بتونم این خبر خوب رو به اتفاق شما به هموطنان عزیز برسونم. و مجدداً عید همگی مبارک، سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو، سلامت و خوب و خوشحال باشید. بریم با هم این فیلم زیبا، این فیلم چند دقیقه‌ای هست که آقای انوش لطف کرده بودن بر من ایمیل کردن، اتاق فرمان براتون پخش میکنن و ما از مهمان بعدیمون آقای کارمل ملامد دعوت میکنیم که به ما ملحق بشن. با ما باشید، جایی نرید. Stay tuned. خدا نگهدار. I see just where you are. Hey, Neil, we can see you coming down. I'm not standing in your way. Watch you fall or sink or swim or fly where your dreams have gone.
خب دوستان عزیزم، خوش آمدید به ادامه برنامه Live with Suzi از تلویزیون عصر امروز که برنامه رو مشاهده می کنید چه از طریق آنلاین asramruz.com و یا از طریق ستلایت و ماهواره به برنامه ها توجه می کنید. همینطور که در آغاز اشاره داشتم، گفتگویی رو در دو بخش تقدیم حضورتون امروز می کنیم با دو مهمان عزیز. در ساعت اول یا بخش اول بهتر بگم، با آقای انوش گفتگویی رو تقدیم شما دوستان داشتیم و خوشحالم که در این لحظه یک مهمان عزیز دیگر رو معرفی بکنم، آقای کارمل ملامد، که دعوت برنامه رو پذیرفتن و به برنامه Live with Suzi آمدن. خوش آمد میگم و بهتون میگم که عیدتون مبارک. مرسی خانم سوزی، عید شما مبارک و همچنین تبریک میگم به تمام بینندگان برنامه واسه نوروز. انشالله سال خوبی باشه واسه همه. انشالله که برای شما هم همینطور. جا داره اینجا من یک معرفی کوتاهی داشته باشم راجع به آقای کارمل ملامد، که ایشون تحصیلاتشون رو در رشته وکالت به پایان رسوندن، ولی از اونجایی که عشق و علاقه بسیاری به نوشتن دارن و بسیار هم در این زمینه مهارت دارن و ژورنالیست خوبی هستن، برای نشریات مختلف آمریکایی مقالاتی رو چنانچه که ببینن احساس کنن مهم هست، به خصوص در رابطه با ایرانی هایی که در آمریکا زندگی میکنن، انجام میدن و مقالاتشون رو هم در نشریات معتبر می نویسن و من هم آشنایی با ایشون رو الان چندین سال هست دارم که در برنامه های رادیویی خودم ازشون چند باری دعوت کردم و خوشحالم که به هر حال این آشنایی تداومی داشته و ما مرتب هیرندر با آقای ملامد در خبرها هستیم. هر خبری که بشه که من راجبش ندونم، ایشون منو مطلع میکنن و به هر حال این بدبستان کاری و بیزنسی رو با ایشون داریم و یکی از جوانهای واقعا تحسین برانگیز ایرانی آمریکایی هستن و خیلی خوشحالن از این که بتونن برای جامعه ایرانی آمریکایی کاری انجام بدن. و اون هم در گذشته که با هم صحبت می‌کردیم، کامران جان همیشه می‌گفتی که من دوست دارم که جامعه آمریکایی رو با این همه ایرانی‌ها و ایرانی‌های جوان خودمون، به خصوص نسل جوان که ایرانی‌ان، ایرانی آمریکایی‌ان و خیلی زحمت می‌کشن، آشنا بکنم که این که در میدیا اینجا اینقدر راجع به ایرانی‌ها به هر حال صحبت‌های منفی هست و اون بار منفی رو بردارم و نشون بدم که ما جامعه ایرانی آمریکایی چه کارهای خوبی انجام کردیم، در زمینه‌های مختلف چه پیشرفت‌هایی داشتیم. تو این زمینه موفق شدی کارمل جان در این چند سال؟ بله، خوشبختانه خیلی از روزنامه‌های مختلف آمریکایی خوشحال شدن که ایرانی‌ها اینقدر خدمت کردن به جامعه آمریکایی‌ها. توی چیزهای مختلف، برنامه‌های مختلف، توی ساینس و تکنولوژی، گورنمنت، مدیسن، تو جاهای مختلفی و بیشتر ما رو شناختن و احترام بیشتری داشتن واسه ما. چقدر عالی. چند سال از الان خودت کارمل جان آمریکا زندگی میکنی؟ 34 سال. مای گاد، اوکی اوکی. هنوز من از تو بیشتر اینجا هستم، ولی خب اون به خاطر که سنم از شما بیشترم هست. ولی در هر حال پس با این کاری که شروع کردی که در حقیقت به عنوان سرگرمیه در حقیقت کارمل هست، برای اینکه کار اصلی او وکالت هست که به این کار مشغوله، ولی خب این رو به عنوان سرگرمی انتخاب کرده که چه سرگرمی خوبی هم هست، برای اینکه واقعا نتیجهش میتونه خوب و مثبت باشه و بهش انرژی بده به عنوان یه جوان ایرانی آمریکایی. برای اون بگو که حالا همینجوری که در بخش اول آقای انوش گزارشی دادن از ساکرامنتو، کارمل جان خب به عنوان یک گزارشگر، ریپورتر، جورنالیست به این قضیه نگاه میکنه که نگاهی متفاوت هست و در همین راستا و زمینه خودش با آقای نظریان یک گفتگویی داشته که حالا اول از خودش میپرسیم که برامون راجع به این برنامه بگه، بعدم نگاهی به گفتگوش میکنیم. کارمل جان بگو ببینیم که اصلا چی شد شما راجع به این برنامه شنیدی و نظرت چی هست کلا؟ آقای ادرین نظریان اولین نماینده مجلس کالیفرنیا هستش، اسمبلی، بله، که ایرانی زاده است. 6 سالشون بوده که از ایران اومدن بیرون، اومدن به لس آنجلس و ایشون تو نوامبر 2012 انتخاب شدن. بعد از انتخابشون یه صحبت‌هایی با من داشتن و شخص‌های مختلف،
گفتن که من ایرانی هستم و افتخار میکنم که ایرانی هستم، میخوام که خودمو معرفی کنم به جامعه ایرانی ها، ولی متاسفانه نمیدونم چجوری بکنم. زیاد ایشون فارسیشون خوب نیستش، ولی گفتش که من خیلی عشق و علاقه دارم به جامعه، دوست دارم که یه برنامه پیاده کنم واسه یه نوروز. چه جالب. کجا زندگی میکنن آقای ایشون؟ تو شرمن اوکس زندگی میکنن و نماینده اون منطقه شرمن اوکس و نایز و استودیو سیتی هستن. متاسفانه پارسال ایشون دیر خواستن این برنامه رو پیاده کنن و نشد. امسال یکم زودتر زنگ زدن، به فکر افتادن زنگ زدن به من و شخصای مختلف، گفتن که ما میخوایم یه برنامه پیاده کنیم توی پایتخت، توی کپیتال ساکرامنتو، لطفاً میتونیم به ما معرفی کنین شخصای مختلف و ما دعوتشون کنیم و یه برنامه پیاده کنیم. چقدر عالی. خب خوشحال هستیم که الان بعد از این همه سال که ما ایرانی ها مهاجرت کردیم و در به هر حال ایالات مختلفی در آمریکا سکونت داریم، که البته فکر میکنم کالیفرنیا یکی از بیشترین ایرانی ها رو در بر داره. درسته. بر طبق خبرهایی که میخوندم. درسته. به هر حال یک شخصی که ایرانی هست، بزرگ شده و متولد ایران تا سن 6 سالگی البته، و حالا در خودشون در لس آنجلس زندگی میکنن، دست به یک همچی کار مهم میزدن. بعد از این که با شما تصمیم گرفتن و به هر حال رفتن برای این کار، این روز 24 مارچ بود که در حقیقت دوشنبه شما رفتید به ساکرامنتو. بله. و اونجا چه خبر؟ دقیقا کجا رفتید؟ ما رفتیم توی بیلدینگ اصلی مجلس. اوکی. توی ساکرامنتو نزدیک 24 نفر. یه گروه خیلی کوچیکی بود واسه اینکه برنامه سال اول بود. بله. ما رو بردن توی زمین مجلس و آقای نظریان یه صحبتی کردن راجع به نوروز و فرهنگ ایرانی و اون نماینده های مجلس یه رأی دادن که نوروز رو جشن بگیرن تو تمام کالیفرنیا و به تمام ایرانی ها سر تا سر دنیا، نه تنها کالیفرنیا، تبریک بگن. و پشت سرش هم یه چای شیرینی خیلی قشنگی بود پسش. چقدر علی. خب حالا دیگه دل ما رو بر اون چای شیرینی نسوزونید که ما الان دیگه بعد از ظهر جمعه است و بعدمون نمیاد یه چای شیرینی هم اینجا بخوریم در خدمت دوستان عزیز و نوش جان همتون باشه که الان نشستی تیوی میبینید، احتمالاً چای شیرینی هم در کنارتون هست، شیرینی های خوشمزه عید ما ایرانی. ولی در پیرو صحبت های کارمل عزیز اگه موافق باشید، کارمل خودش با آقای نظریان یک گفتگوی انجام داده که فیلمش رو الان داریم، اگه اتاق فرمان این فیلم رو حاضر داشته باشن نظرتون رو به این چند دقیقه که با هم یک مصاحبه داشتن جلب میکنیم، برمیگردیم به استودیو و گفتگومون رو با آقای کارمل ملامد و شما عزیزان ادامه میدیم، با هم نگاهی میکنیم. We're chatting with Assembly Member Adrian Nazarian, represents a portion of the San Fernando Valley. Thank you so much for chatting with us, Mr. Nazarian. I understand that today there was a historical celebration of Persian New Year's, Nowruz. Can you share with us a little bit about what were the circumstances that came about that motivated you to celebrate Nowruz for the first time in the California State Assembly? Thank you. Thank you for being here, Carmel, and thank you also to all the participants who came to be part of this historic event. I was born in Iran, and I come from an Armenian family. My grandparents' generation were saved from the unfortunate incidents that took place in Armenia in the turn of the century, and when they were reestablished, they reestablished their lives in Iran. We had to be uprooted once again and come here, travel to the United States, and this has been our home for the last 35 years. And so I wanted to take the opportunity as an elected official to recognize a community that has worked very hard
and that has overcome much trials and tribulations to be able to succeed, and to speak to the wonderful opportunity of being an American and celebrating and highlighting the diversity of many Americans coming here from all over the world. Can you tell us about some of the feedback from the Persian-Iranian community in Southern California and then also in Northern California to the Nowruz celebrations here today at the Assembly? Everything that I've heard has been positive. The number of participants that traveled from all over the state to be here with us in this historic day showed the tremendous support there is. I was very touched to see individuals like Mr. Alex Helmy open his doors and have a gathering in anticipation of this event at his store some weeks ago and make a introduction of the work that we're doing here on behalf of the community and to highlight the community itself. I've been touched ever since to see all the different individuals who have come forward and have wanted to somehow participate in this because they realized the importance of this recognition and the historic component of this first time ever happening in the state legislature. So you yourself have made some history by being the first Iranian-American elected to the Assembly. What do you see in the future as far as the Nowruz celebrations here in Sacramento and then also encouraging the rest of the community to embrace the Persian community? California is probably the most diverse governmental entity, maybe I want to say in the entire world, but I'd be saying that without the exact knowledge. I'd be making that claim just based on my own experience. But just in LA County, we speak over 80-some languages. We have individuals coming from many different corners of the world, from many different circumstances. And so it's important, given that mosaic of cultural cultures that we have in our county and in our state, to be able to highlight and educate everyone in the state about what various cultures have to offer so that no one is left behind, so that no one is left outside of the process, and that we, on an ongoing basis, as government also, conduct our role in making sure that we reach out and allow and afford the opportunity for everyone's voice to be heard. So I look forward to a more robust conversation and ongoing participation from the Iranian-American community. Thank you so much, and happy Persian New Year. Thank you very much. Happy Nowruz. Okay. بیننده های خوب و عزیز Live with Suzi از تلویزیون عصر امروز با هم یک مصاحبه رو که آقای کارمل ملامد با آقای نظریان انجام داده بودن نگاه کردیم، ولی خب چون این مصاحبه به زبان انگلیسی بود از آقای ملامد خواهش میکنم که حالا اون حدی رو که میشه و جا داریم در برنامه برامون به فارسی بگن که این مصاحبه در رابطه با چی بود، چی گفتن آقای نظریان برای ما. من ازشون پرسیدم که چی پیش اومده بود که اون خواسته بود که نوروز رو جشن بگیره تو مجلس کالیفرنیا. گفتش که نزدیک 35 ساله توی کالیفرنیا زندگی میکنه و هیچ وقت ندیده بوده که کسی بخواد از ایرانیا پشتیبانی کنه یا نوروز رو جشن بگیره و یه احترامی بده به جامعه، و ایشون میخواستش که اولین شخصی باشه که این کار رو پیاده بکنه توی مجلس و این برنامه را ایجاد بکنه، و خیلی علاقه داره، خیلی عشق داره به اینه که ایرانی هستش و میخواد که نزدیکتر بشه به جامعه ایرانی ها، نه تنها توی لس آنجلس و اون منطقه که نماینده هست، ولی ایرانی هایی که سر تا سر کالیفرنیا زندگی میکنن و خودشو میخواد معرفی کنه از یه نماینده ایرانی ها توی مجلس. و به من گفتش که من دوست دارم که ایرانی ها حتی اگه توی ساکرامنتو یا سان فرانسیسکو یا سان دیگو زندگی میکنن به آفیس من زنگ بزنن و من خیلی خوشحال میشم که کمکشون بکنم.
آقای نظریان بک‌گراند کارهای سیاسی دارن، تحصیلاتشون چی هست آقای ملامد؟ تحصیلاتشون توی علوم سیاسی هستش. ایشون نزدیک فکر کنم بیشتر از 10 سال سابقه دارن توی آفیس‌های مختلف تو دولت. چیف آف استاف بودن، زیر نماینده‌های دیگه کار می‌کردن یا زیر نماینده‌های سیتی آف لس آنجلس کار می‌کردن و خودشون توی 2012 خواستن که برن واسه انتخابات مجلس و انتخاب شدن. چه جالب. حالا من این صحبت‌هایی که شنیدم، بیننده های خوب و عزیز، اتفاقا با آقای ملامد صحبت می‌کردم موقعی که فیلم رو شما می‌دیدید و گفتگو رو، میگفتم که ما چندین سال پیش توسط همین انجمن والدین ایرانی آمریکایی شهر بیولی هیلز که خانم دکتر ناناز پیرنیا در حقیقت مؤسسش هستن و پرزیدنت این گروه هستن، چندین سال پیش ما از سیتی بیولی هیلز، شهر بیولی هیلز و شهردار بیولی هیلز این لوحه رو دریافت کردیم که نوروز رو به رسمیت شناختن، چرا که تعداد ایرانی ها در بیولی هیلز خب بسیار هست از جهت درصد و همچنین بچه های ایرانی که در مدارس بیولی هیلز تحصیل میکنن. بنابراین با شناختن نوروز و رسمیت شناختن عید نوروز و مراسم ما باعث شد که بچه های مدارس بیولی هیلز از چندین سال پیش به این طرف بتونن به مناسبت نوروز اون روز رو به اصطلاح براشون موجه حساب کنن اگه نخوان برن مدرسه، چون نوروزه و به هر حال به رسمیت شناخته شد. ولی خب اون در سطح شهر بود و در شهر بیولی هیلز، ولی اینکه در سطح ایالت کالیفرنیا بوده بسیار کار جالبی هست. شما اشاره داشتید به واشنگتن دی سی که گفتید در اونجا هم یک شخص این کار رو کرده. درسته، نماینده ایرانی هم نبوده. نه ایرانی هم نبوده، نماینده یکی از نماینده های شهر لس آنجلس یه آقای بودش به اسم تونی کاردنس و آقای تونی کاردنس نزدیک 10 سال پیش اولین نماینده لس آنجلس سیتی کانسل بود که نوروز جشن گرفت در سیتی کانسل لس آنجلس و ایشون تو سال 2012 انتخاب شدند که نماینده لس آنجلس، یکی از نماینده‌های لس آنجلس باشن به کنگره تو واشنگتن دی سی و پارسال و امسال نوروز رو خواستن جشن بگیرن. خیلی چیز غیر عادی بود واسه اینکه یه مکزیکی اینقدر عشق و علاقه داشته به جامعه ما که نوروز رو جشن بگیره. امسال هم در جشنای نوروز در وست وود من یه صحبتی باهاش داشتم، گفتم که آقای کاردنس شما ایرانی خیلی کم دارین توی اون منطقه که نماینده هستین و فارسی صحبت نمی کنین، خانوادتون ایرانی نیستش، چرا اینقدر عشق و علاقه دارین به ایرانی ها؟ و به من گفتش که جامعه شما عینن جامعه ما تازه ورودن به امریکا و اون عشق و انرژی مثبتی که شما دادید به من میخواسته بودم که به شما برگردونم و فراموش نکردم اون رفاقتو و وقتی که رفتم کنگره خواستم که نوروز رو ادامه بدم به جشن گرفتن و واقعا قشنگ بود. بسیار زیبا داستان قشنگی رو شنیدیم که البته داستان نیست، حقیقته. خیلی هم ازشون ممنون هستیم ما که به فکر ایرانی ها هستن. و on that note کارمل جان، وقت برنامه ما به پایان رسید. مرسی. ممنونم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتی، در اینجا حضور مرسی. داشتی. آقای کارمل ملامد همیشه با ما یار و یاور هستن، همینطور که عرض کردم he's a freelance writer as well as being an attorney at law. هم وکیل هستن هم ژورنالیست و نویسنده برای نشریات و مطبوعات آمریکایی و بیشتر هم ایرانی های آمریکایی موفق رو راجبشون می نویسن و معرفیشون می کنن به جامعه آمریکایی و غیر ایرانی. ممنونم از همه شما عزیزانی که اجازه دادید یک ساعتی دیگر در برنامه Live with Suzi از تلویزیون عصر امروز با شما به صحبت بنشینم با مهمانان عزیز امروز. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. انشالله که یک شنبه که 13 به در رو انجام میدید در لس آنجلس و هومه بهتون خوش بگذره. تا هفته بعد براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. روزتون بخیر. مجدداً برنامه رو میتونید فردا 11 صبح شاهدش باشید چنانچه وقت و فرصت دارید. ممنونم از یکایک شما. مرسی کارمل جان. مرسی.